همینجوری خاطره این ساز بیادون آقای امیرعطایی فرمودین که جلو ویترین نگاه کرد گفت من میتونم اینو بزنم. بله بله. خوشبختانه من یه آشم برده بودم گوشته بودم توی اون انباری کوچولو هست اونجا تو بدارد اونجا دیدم بگرد عقب آرشه من زود دست کردم آرشه رو دادم بهش و برداشت یه خود زد و یک کرد قاویم دیگه احساساتی شده و کشید رو آرشه روی رون سر آرشه پرید خیلی فوق‌العاده دوبل عجیبی گرفت بعد سر آرشه پرید خوشبختانه باز اینم من دو تا آرشه برده بودم گوشته بودم گفتم هر آرشه به دستش بخوره اگه ورداره خورجون من یه دست یه آرشه دادم دستش و زد باهاش و خیلی هم واقعا خوشش اومد گفت یه کلامی چیز فرانسه صحبت میکرد با آقای چیز پل بود اکسر اوردینر آره خانمم یادش اکسر اوردینر حافظه شما تکمیل شد بله به فرانسه به فرانسه میشه چیز فوق‌العاده بله بالاخره به طوری این احساسات رو چون نشون داد که پل بود خب بالاخره یه کسی دیگه توی تجمعیت هم که اومده بود تمام موسیقی دان ها پر بودن بیرون هم پر بودن لویجی و نمان فلان اینا بعد اومد و منو بغل کرد اینجوری چیز منو گرفت و گفت قمبری چیکار کردی؟ بعد حالا بعد رفت بالا بیلون رو زد و رفت بالا بعد یه آقای مدیر کل یه قسمت اداره بود به نام زاد آقای زاد بهش میگفتیم یه قسمت از اداره رو مدیر کل اون بود خب اینا وقتی رفتم بالا خب آقای پل بود اومده بود چیز آقای منوی خب یه عده بودن اینا با هم رفتم بالا منوی اونجا پیش آقای پل بود تقاضا خرید کرده بود این زادم اومد من خب اینا رفته بودم بالا دیگه لویجی و اون چیز تمام موسیقی‌دان هم اومده بودم برای دیدن منوی لویجی هم که یه دفعه کارهای منو دیده بود اینه بود چیز مینی جوب مد شده قنبری هم مینی جوب میسته یعنی تمیز چیز میکنه این حرف تو مغز من بود لویجی اومد و منو بغل کرد و حالا پل بود اینا رفتم بالا اونا بغل کرد و گفت قمبری دیدی چی گفت گفتم که یه نگاهی بهش کردم گفتم که ولی چقدر خوب خودمون تشخیص بدیم صبر کنیم یه نفر دیگه بیاد تشخیص بده خواستم بهش بگم که تو همون نیستی که گفته بودی مینیجور میسازه اینا بعد آقای زاد که اومد پایین آره قرقاتی میشه اینقدر دوره گذشته آقای زاد اومد پایین
خب اینو من میدونستم، این مدیر کل یه قسمتی از اداره بود، تاری با عمر ربطی نداشت. نگو اینم با بالا بوده، آقای فرمود به این دستور میده برید قیمت بیرون از چیز منو این تقاضا خرید و از اون میکنه، از آقای پهلوی میکنه، میگه اینو بعد اومد من همینجور دم در واسطه بودم، بچه ها دورم بودن و اینا، حالا با اون شورشه گفت قهنبری کیه؟ باید اینا بشه که وگرنه اگه نمیشد اینجوری نمیشد. قهنبری کیه؟ من یکی فکر میکنم و میدونستم این مدیر کلیسی بیبره با یه نفکی فرفر زرشوهی چیز قاطیش کن آخه بیرم باید منو یه ذره گفتم که من هستم چه فرمشی دارید؟ گفتم یلون چنده؟ آخه بابا این ترس حرف زدن مدیر کل قربون هست، ولی هی من عصبانی میشدم از حرف زدن این ویلون چنده؟ گفتم که والا من یه سازنده هستم، من فروشنده نیستم. گفت دستوره، باور میکنی کلام مو به مو یادم. گفت دستور، تا گفت دستوره من خیلی ناراحت شدم. گفتم الان خب بالاخره دستور وزیر بوده یا فلان، حالا نمیدونم اون موقع وزارت خونه بود یا نه، نمیدونم آقای جاست بود. تا گفت دستوره دیدم من وظیفه دارم. باور میکنید این اومد همجوره. گفتم ولی من نمیفهمم شما چی میگید. یه ما سه تا موسیقین تو این دنیا داریم که ویولونیست بزرگ هستن. یکیش یاشا هیفتس، یکیش دیوید اوشتراخ، سومیش هم اینه یهودی منوهینه. این اومده اینجا تو این مملکت، حالا بعد یه ویولون پسندیده از این مملکت میخواد بخره. این درسته که ما از این پول بگیریم، این مملکت همه چیزش درست شده، فقط پول این ویولون که هم داشتیم که از این بگیریم، همینجوری رو راست بشه. چون باید من عصبانی باشم اینجوری صحبت کنم. گفتم که یه دفعه چه گفتم این رو هدیه کنید بهش. اینو گفتم و اما خب خوشم میاد کوبیدمش. ولی استاد شما عصبانی میشید خیلی حرفا. اما باور کنید با اگه عصبانی نمیشدم باز بهتر. بعد این میره به پهلوان میشه، شاخکای پهلوان میره بالا، میگه چی کنیم؟ سب کنیم پس یه مراسمی بگیریم. مراسمی گرفتم بعد از دو روز دیگه مثل اینکه که منوی مجدن دعوت کردن که این عکسایی که ما داریم و اینا مال اون مراسمه، وگرنه اونجا اجازه چیز فیلم برداری نداشتن کسی، چون خود پل بودم بود اینا. اونجا که رفتیم خب من بودم و اسدالله ملک هم دعوت کرده بودن که اونم بیاد ویولون بزنه برای اون، برای چیز حسین ملک هم نمیدونم دو تا چیز دعوت کردن یا نه که اونم سنتور بزنه. اسدالله ملک هم که خب خیلی با گلیساندوا کار میکنه و حالت با ویولون میده و اینا. خلاصه اونجا تا اینجاش که من یادمه که اسدالله ملک حسین هم سنتور زد و اسدالله ملک ویولون زد، بعد منوین هم ویولون رو برداشت ادام 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 اسدالله ملک رو زد. همین گفت اینقدر تاست. بعد دیگه آها من دو تا ویولون هم برده بودم، یکی دیگه هم دو تا ویولون چیز برده بودم از این دو کاسا، یکی هم چیز و یکی هم اینو. بعد زد باز با هر دوش زد و
به من گفتش که خودت چی میگی؟ البته این معرفت خود انسان رو میرسونه که میدونه که بالاخره خب این چوب رو برداشته، این بهتر از من میدونه اینو. منم گفتم اونو بردارید. بدونید که هیچ چیز کنه، درداشت گوشت تو جعبه و این دومیش موند برای ما. بعد اونجا هم عکس های خیلی خوب گرفتن که خوشبختانه اون عکاسی که گرفته بود چند تاش آورد برای من که من الان دارم. اون نیورد برات؟ بله. آقای حلمی چاپ کرد برای همه دار؟ نه، اونا رو بعد حلمی میاد، حلمی میاد واسه تبلیغات خودش. حلمی اونا رو چاپ کرده. اونا رو چاپ کرده، چند رقم مال چیزم چاپ. بله، خیلی هم چاپ کرد، خوبم چاپ کرد. آره. چند تا داشتیم که اون دوتا سالم خوب بود، رقاب گرفته بودن. استاد چطور شد اصلا به فکر این افتادین که این دو کاسه رو بسازین؟ والا یه مقدار خرافاتی پر وقتا حرفا، ولی من خودم اهل خرافات نیستم. ولی یه چیزایی هست دنیا که ما نمیفهمیم. واقعا اینشتین یه حرف خوبی میزنه، میگه ازش میپرسن خدا و شما چگونه؟ میگه والا من نمیفهم چی میگید. من میدونم که یه چیزی هست که من نمیدونم چیه. جواب خیلی خود انیشتنه واقعا جواب. میگه من یه چیزی هست که من نمیدونم چیه. ولی هست یه چیزی. تأیید میکنه. حالا جریان خود انسانم واقعا میگن یک نمونه ای از چیز الهیه. یه چیزایی هم در خود انسان ها هست که وقتی که چیز میاد همینجوری بدون اینکه خودش نقشه داشته باشه فکر بکنه. مثلا فرض کن باید آقای زاد بیاد توی جمعیتی که حالا تو هنر توی دم موزه پرن. قمبری کیه؟ من احساساتی کنه، من احساساتی کنه. شما اون حرف من که به اون نگفتم بیا اینجوری صحبت کن. من گفتم من ازم به فرمشت گفت چنده این ویالون؟ خب تمام اینا آدم رو برانگیخته میکنه. هیچ بالاخره این تا اینجاش رسید و اون عکسایی هم که چیز بود مال دعوت دوم بود که اونا عکسا گرفته. اونجا که پل بود اومد اصلا عکاس اینا نیومده بود، چون نمیدونم دلیلش لابود این نیست که خب وزیر بوده. بله. نباید عکس گرفته شه. ورز این داستان این بود که چیزه. حالا نمیدونم اول این که گفتین چهار سال تو فرانسه هم ازش استفاده کردن، اینجاش به این رنگی جاش هم برده. گفتین تو فرانسه بوده، اونجا برده بودن آکادمی، نمی کجا استفاده چه امتحان کنن صداشو. آها این اون نیست که اینو نه اینو ندادم ببرن فرانسه. ما ویولون دو کاسه رو که ساختیم خب قبل از اینه این فرانسه قبل از این ما بردیم. من نبردم اینو، یه نفر به نام آقای سنهی که این کفش فردوس هم شنیده باشید قدیم بود. بله. صاحب کفش فردوس، این یکی از فرزندهای صاحب کفش فردوس، این همه عمرش رو فرانسه و نمیدونم چیز آمریکا و آلمان هم سه چهار زبون میدونست. این خارج شنیده بود منو، اومد ویولون خرید بخره از من. من چیز کردم، یه ویولون بهش دادم. چون علتش هم این بود که این دستش انگشتاش کوچیک بود،
اصلا جوسش هم زیاد بزرگ نبود ولی دستش انگاشا کوچیک بود، گفت فقط میخوام یه خورده ای جمع باشه، ارتعاشیمش کم باشه که دستم برسه برای دوبلا. شنیدم شما کارتون خوبه، اومدم. من ساختم براش و خیلی هم واقعا چیز بود و وقتی قیمت دادم بهش یادم میاد برادری داشت که کارخونهشون رو میگردوند و فروشگاهشون رو گفته بود این خنبری از اون آدم هاییست که کلا سر خودش میذاره، یعنی چقدر ارزون گرفته. بعد من گفتم باقی ایزک اسمش بود، کلیمی بودن، گفتم با آقا ایزک بگید من ویلون کار که میکنم برای کاره، پولم میاد پشتش ولی کاره، فقط برای کاره. آره بالاخره چیز کردیم و بعد اون مرتب میومد دیگه پیش من و مثلا اظهار محبت میکرد و یه وقتا میمد دو تا جعبه کفش آخه همون کفش میمود آخه همین شد یه آدم چیزی بود اصلا بعد یادم میره چیز میگفتم این که چیز شد و رفت خارج و همین آقای سنی دو مرتبه میمد و دو مرتبه یه دفعه من گفتم به دکتر برکلیسی گفتم، دکتر برکلیسی اینجا رئیس چیز بود، اومد و ویولون رو زد باهاش و چون هم ویولون میزد دید و گفت حالا من نمیدونم چیز و اینا، بالاخره گفت این رو اگر تو بخوای صدای این ویولون رو کسی تشخیص بده امیلپه، اونم معلم خود دکتر برکشلی بوده. گفت اینو به چیز کن، اینو اگه به دست امیله بدید اون دستگاه‌های عجیبی داره برای فرکانس ها تمام چیز میکنه. خب ما دیدیم که ما دسترسی به این نداریم، اینم که خودش هم شاگردان بوده اینجاست و اینا. آقای سنه‌ای که اومد یه دفعه از خارج گفتم آقای سنه‌ای نمیشه این ویولون رو ببری چیز فرانسه؟ گفت چرا، چون بعض مالشون خوب بوده، کفش فردوس کفش. من یه ویولون دو کاسه دادم بهش و گفتم ببر امیله استاد دانشگاه فرانسه هست گفته به گفته برکشلی. گفت خب من استاد دانشگاه هست، من میدونم، میرم اونجا گیرش میرم. اون وقت این میره و به امیلپ که میرسه، امیلپ اینجاش هم یه بازی مسئله است، به امیلپ که میرسه در خونهشون آدرس میگیره، از دانشگاه خونهشون آدرس میره. امیلپ که میگفت در وا کرد، گفتم که جی ویولون خب تو جعبه بود دست من بود. گفتم که من یه ویولون آوردم شما ببینید. گفت من میخوام برم وکانس، سه ساعت دیگه هم باید بپرم، هیچ وقت ندارم. بعد دست کرد بلیتش هم، حالا اونا رو این با معرفت هم دست کرد بلیتش رو در رو گفت ببینید من سه ساعت دیگه باید بپرم. حالا اینجا تیکه هایی میاد یادم افتاد. این میگه که بهش میگه 15 روز دیگه تو بیا اینجا، من این ویولون رو امتحان میکنم. میگه که بعد میگه نه من دیگه تا 15 روز چیز نمی کنم. نه 15 روز رو بعد میگه میگه که شما ویولون رو ببینید، شما وقت دارید که ویولون رو ببینید. حالا یادم افتاد بعد این ویولون رو نگاه میکنه، میبینه این یه چوریه، این یه چیزی بر. حالا این کسیست که اتفاقا دکتر برکشلی و چیز اینا هم کتابش دارن، اصلا راجع به ویولون سازی، خودش هم ویولون سازه. الان که نمیدونم کجاست، حتما اون خودش ویولون ساخته، تمام ویولون رو آلونریز کرده که از صفحه رو چه جور صدا تون صدا چه جور در میاد، از خرک چطور منتقل میشه به صفحه زیر، از صفحه زیر انعکاس پیدا میکنه.
این تا میبینه دود کاسه است، اویخ تلفن کرد من اینو گفت که من خندم گرفت. تا میبینه دود کاسه میگه شما وقت دارید؟ اون از این وقت میخواست. داستان برمیگرد. میگه من خیلی وقت دارم. میره توی چیز رو، میگفت رفتیم دانشگاه و دستگاه ها رو و راه انداخت و چیز کرد. با این ویالون زد، با اون ویالون زد. یه ویالون خودش که فرکانس ها رو با اون میسنجده بهتره. زد و تلفنی اینو حالا به من گفت. گفت وقتی که زد یک دستی گذاشت در اینجا، گفت من تعجبم این ویالون نباید صدا بده، صدا میده. و حرف درسته، برای اینکه اونی که آنالیز کرده بود همونا بوده که معمولی بوده. این اینی که دیگه گفته این حتما نباید صدا بده. ببینید اینم هست، راست هم میگه اینا. بعد تلفن کرد که من گفت این گفته نباید صدا بده، صدا میده، ولی تو اگر 15 روزی که در اینجا باشی بیای، من دو مرتبه تمام چیزها رو می‌نویسم و چیز می‌کنم، یک نامم برای سازندش میده. آره. خب اون موقع که آدم همیشه خر نیست، ولی گاهی وقتی خر میشه. اون موقع کدام آقای زنی؟ من میخواستم فقط بفهمم این من درست کار کردم یا درست کار نکردم. ولی ولش کن، تو 15 روز اونجا من مجبورم خرج تو رو بدم. کلی میشه خرج تو 15 روز در سطح اونم ثروتمند بودم. ولی من میدونم 15 روز اونجا بود، حتما من باید بگم چقدر خرجی که موتل بود. گفتم نمیخواد. اونم تأکید کرد که وایسم بهتر ها. گفتم نه نمیخواد، خیلی خرجت میشه و اینا. دیگه هیچی نگفت و اومد. اومد و حالا تمام اینا رو گفتم. فقط یه نکته ظریفی تو این هست که آدم وقتی نیت خوب باشه، همین تراش این ویولون چه جوری شد. من یه دفعه رفتم آقای پهلوان یه کمونچه زن از چیز از شورای بلغارستان بود، مثلا که نمیم کجا بود، اومد برنامه داشت اجرا کرده بود اینجا. پهلوان شنیده بود، گفته بود به قنبری بگید که بره کمونچه اینو ببینید چه کمونچه ایست که اینجور صدا میده. من رفتم اونجا، من و دهلوی و یه مترجم بود، من و دهلوی یه مترجم، سه نفر بودیم، نمیدونم دیگه. بالاخره ما سه نفر که یادمه که ما رفتیم، مأمور شدیم که بریم کمونچه اینو ببینیم چه چیزی داره، این صداش خوبه اینقدر. بعد ما با اونم کسی بود که همون مترجمه بود، مثل اینکه هماهنگ کرده بود که ساعت نمیم 10 ما اونجا باشیم. ما 10 رفتیم اونجا، این خواب بود. نبود شبش یه مقدار زیادی رفته بود خوابش. بعد خب زنگ زدن که این از خواب بیدار شده بود و دیر اومد بالا، دیر اومد بالا و عصبانی. حالا ببینید نکات چقدر ظریفه. عصبانی، جعبه کمونچه رو برداشت اونجا، گذاشت رو میز و درش هم وا کرد و اینجوری کرد. ببینید همینجوری، هیچ مثل اینکه ببینید، مثل به لفظ خودم. من خیلی ناراحت شدم از این باس که این خب ما سه نفر اومدیم اینجا، تو این ببینید. من رفتم نگاه کردم و همین کمونچه رو یه خورده خلطوندن، بگم کمونچهش کمونچه معمولیه، ورفت یه خورده کاسه بزرگتر بود. زود در کمونچه رو انداختم، گفتم پاشید بریم. این نه نیگه من عصبانی کرده، منم این عکس العمل رو نشون دادم. گفتم پاشید بریم. دلوی هم پاشید.
این دید باخته اینجا. من همچی گفتم پاشید بریم ندوزه کشک. اومد و کموچه رو ورداشت و گذاشت رو پاش و چارچه رو ورداشت. یک پسیمیون اومد دم خرک و رفت بالا و دیدم عجب جونوری در نوازندگی. واقعا کموچه رو آدم دو تا پسیمیون که میرن دیگه نمیتونم برگردم بالا. چون باست یه جا چمشر نگه داره یه جا دست. دیدم عجب قدرتی داره تو کمونچه. خب البته وضع عادی شد. چیز شد مترجمم بود و مام تشکر کرد. دیگه دلبری کرده که دل شما رو به دست کرده. رفتیم. حالا باید من گزارش به پهلوود بدم. اون موقع آقای روحانی بود رئیس چیز خلاص آقای روحانی نامی بود که مدیر کل چیز بود. این واسطه هم بود که پیام پهلوود رو داده بود و فلان. گفتم به آقای روحانی ما رفتیم کمونچه رو دیدیم. کمونچه چیزی اضافه بر چیز نداشت. همین کمونچه معمولی بفرست یه خورده کاسش بزرگ بود اینا. ولی با آقای پهلوود بگید که نوازنده هاتون رو قبول کنید. نوازنده قوی بوده. صدای کمونچه رو در آورده. یه دفعه گفت من که همچه حرفی نمیتونم به آقای وزیر بزنم. گفتم که عقیده من اینه. کمونچه همون کمونچه هست. برفرست این نوازنده قدرت نوازندگیش بالا. این نوازنده های ما ضعیفه. اینا. بالاخره من گفتم من بالا نظرم اینه. گفت خودتون بهش بکنید. گفتم خب من میرم به دفتر چیز آقای پهلوود پول من میگم. بالاخره من پیامو دادم به چیزو برای آقای پهلوود. الان پور من خیلی مرده نمیم. پور من تو شما یادتونه توی چی داره. خیلی مرده چیزی بود. گفتم والا جریان اینه اینا. گفت خب من برشون میرسونم. بالاخره نمیم تو شیف شلوغ پلوغ شد دیگه گیج شدم زیاد حرف زدم. یه ویلون دو کاسم ببخشید این جالب بود برام. اینو میخواستم. بس که من اثر بد گذاشته بود این رو من شب خوابیدم و خیلی هنوز ناراحتی این توی چیزم بود. تو دلم بود. یه دفعه خواب دیدم که رفتیم و این در کمونچه رو وا کرد و اینجوری بی تربیتی کرد و اینا. یه دفعه رفتم در کمونچه رو در رو دیدم دو تا کاسه داره. دیدم یه کاسه اینجای کمونچه هست یه کاسه خود کمونچه. تو خواب دیدین استاد؟ تو خواب دیدم. بجم. دیدم یک کمونچه هم یک کاسه هم اینجا که ما اومدیم صبح یادم میاد خب کارگاه وسیله همه رو هم بود و اون صنعتی به اصطلاح بهترینش بود که پیش ما کار میکرد گفت آقای صنعتی یه کمونچه داریم که اینجا یک کاسه اینجوری بساز که یک کاسه به زیر کمونچه از اینجا وصل میکنیم که یه سیم از اینجا بیاد رو این کاسه تو این کاسه از این کاسه هم بره تو این کاسه که بره روی سیم گیر روی شیطونه. خلاصه دو روز نشد اینو ساختیم و زدیم شیدیم دو برابر شد صدا که اینو اسدالله ملک اومد یه مدتی با این میزد دادیم به اسدالله ملک اینو که تو تلویزیون هم بیشتر به چیز توی رادیو میزد باهاش که اونم دیگه آورد و مثل اینکه ویولون میزد دیگه آره ویولون دیگه ویولون گرفت و از من ویولون میزد و که نوارش هم من دارم اتفاقا حالا هی تیکی تیکی یادم میفته چیزا بحثمون چی بود؟ من سوال این بود که چطور این دو کاسه
این دو کاسه که شد این صدا داد کمونچهه. ما اومدیم ویولون من داشتم میساختم همینجوری، یه دفعه دیدم ویولون دو تا کاسه داره اینجوریه. گفتم این کمونچه که دو تا کاسه گذاشتیم اینجور صدا داد، خب ویولونش هم ما دو کاسهش کنیم. این بود که این ویولون اونجاست ما شروع کردیم به این کار کردن. اینی که کار کردیم که دیگه بعدن اون وقت ما اینو دادیم به یکیشو خود آقای سنهی خرید، یکیش هم چیز دادم بهش که ببره به امیل ابنشون بده. امیل ابن آقای دکتر چیز برکشتی؟ آقای دکتر برکشتی گفت به این حرفا گوش نکن، چون هر کسی میدید یه چیزی میگفت یا مسخره میکرد، گفتش که این فقط آقای امیلب میتونه نظرش بده. ما اشتباه بزرگی که کردیم، من و ایلون رو که دادم برد و گفت من 15 روز دیگه اونجا باشم، خب یه دستخط میگرفت، دستخط میگرفتیم. این مال من، اصلا من نمیتونم چی گذشتی بکنم، مال مملکته، من زایده اینجا هستم. الان اون دستخط اون، البته یک چیز دیگه هم هست که اینم واقعا خیلی مهمه. ما همینجور کز مونده بودیم راستش. کز مونده بشیم که بعدن این که ما اونجا چیز کردیم و چیز شد، آقای منوهین اومد اینجا. که اومد اینجا و این اتفاق افتاد، باز رفت سر جای اولش. که من الان یه شعری هم برای همین گفتن و نمیم خدمتون دادم. آره بله، این دفعه برای من خوندید. بله، اون وقت من ویولون همون جور دیدم و ساختم، دیدم خوب در اومد، خوب در اومد. باز اونجا گندش بالا اومد و یکی مزخرف گفت، یکی چی گفت، یکی جور جور. که منوهین اومد اوکی کرد ویولون رو برد، چیزم کنسرت هم باهاش داد. بله، بله. که میگه که سالون آمفی‌تئاتر چیز شعرشو، البته شعرشو تجویدی، خونه تجویدی گفتن. بله. یه شاعری بود به نام جباریان، ماشاءالله خانمم آقای خشن یادش، آقای جباریان. این تعریف میکنه که اینجوری شده اینجوری شده، اون آنی شعرشو مینویسه، چون هم احساساتی میشه، آنی شعرش می‌نویسه. که این شعرم خب برای من یادگار هست واقعا. ولی اشتباهی که ما کردیم تو کارمون، نامه چیز امیلو ما واسه می‌گرفتیم به هر قیمتی شد. ولی اون موقع خب جوونم بودیم دیگه، خیلی فکر می‌کردیم با امضای اصلی اینو خود تاریخ هنر زده دیگه. همین که در واقع آقای یهودی منوهین با این اجرا، که بعد همین ساز شما این اون حراجیه شما؟ اون سازی که به یهودی منوهین دادین به قیمت خیلی، آره آره اونو میبینم، به همون اون شعر مهمه، یک میلیون نیم دلار، یک و نیم میلیون دلار فروش رفته. آخه اونم داستانش یه چیز دیگه است، منوهین فوت میکنه، بعد از فوتش عرض میکنم، آره میره کنسرتشو میده، میگه که اون که به شعر در اومده کنسرتشو میده تو اون سالن، میگه بگید این ویولون چه ویولونیه، میگه تو شعرش هم که حتما واسهتون خودم، میگه نام بردن از دو استاد قدیم، نمیدونم بزرگ قدیم و اینا، گفت که فاش میگویم نه آن است و نه این، نه این. بالاخره اونجا تصویب اصلی اونجا میشه، که بعد از فوتش میگه ویولونای منو بفروشید، یک مؤسسه منوهین درست چیز کنید، خیریه که بیان اینجا بدون پول، کسانی که وضع مالیشون خوب نیست بیان اینجا موسیقیدان برن بیرون. اون وقت اون تو اون حراج توسط خانومش فروش میره. البته قبل از اینی که من اینو چیز کنم،
آقای کی بود اومد اینجا که داستان اون گفت آقای لقمان ادهم اون اول خبر رو اون آورد که آقای منوهین کنسرت داده با ویولون چیز شده ویولون فلانی رو فروختن ایره بعد آقای چیز دکتر باستانی دکتر باستانی هم اومد خبر داد به من گفتش که داستان این به این سادگی نبوده منوهین قبل از فوتش چون موقعی که اون اومد اون همه چیز دیگه دستش چون آقای چیز خودش هم کورکسیونر چیزه گفت آقای منوهین وقتی میخواد فوت کنه میگه که ویولونای منو بفروشید یک مؤسسه درست کنید که این بی‌بضاعت‌ها بیان اونجا موسیقیدان برن که این اونجا آقای چیز میگه که گفت اونجا فروش میره این آقای دکتر باستانی گفت این اونجا فروش میره اتهم شنفته که فروش داره نمیدونه اصلا چی بوده اینم داستان رو تکمیل کرد گفتیم خب الحمدلله باز یک اونم سبب خیر شد حالا استاد قیمت دستتونه این چند اونی که میفرمایید ویولون ببینید ویولون میگم حالا که قیمت دستتونه این چند خب کار نداره کاری نداره من چیز میکنم ویولون یکم اشتراخ استراخ روز زده بود میگم آقای قنبری یه نفر اومد خونه ما میگه آقای قنبری که به همه به دکاره ولی اون ویولون که گفته سر خودش کلا میذاره حالا جواب شما رو من میدم ببینید اونا دو تا ویولون دو امضا هست قبل از اینکه منوهین بیاد اینجا و اینا من موقعی که کارآموزی میکردم توی فرانسه دیوید اوشتراخ میدونید خیلی اول حرف اول میزدن گفتم سه نفر برابر هم حرف اول میزدن اوشتراخ بود و منوهین و ایفتس مثلا توی موسیقینا بود که میگفتن اگر کسی میخواد موزیسین خوب بشه باید هم روسی بشه هم روسیه به دنیا آمده بشه اون روسی بود اونم ما اونجا که کارآموزی میکردیم یه ویولون من داشتم اینجا ساخته بودم ولی خیلی خوب واقعا دیگه این من اول با سبا کار کردم ویولون سازی رو بعد رفتم خارج این ویولون من با خودم بردم بعد اوشتراخ اومد اونجا که ویولونشو درست کنی یعنی اونجا آقای باتلو چیز بین‌المللی داشت هر وقت بزرگان بودم میومدن اونجا سازشون رو کنترل میکرد اوشتراخو فهمیدم که میاد من به اون مدیر کارگاه نه مدیر کل مدیر کلش پایین بود گفتم که دلم میخواد اوشتراخ میاد اینجا ویولون من ببینه نظر بده خیلی مرد چیزی گفت صبر کن من به واتلو میگم گفتم خیلی چیزه با اون فرانسه من خیلی خوب حرف میزدم چون میدونید من زبون نمیدونم یه کلام که میگفتم این تا تهش میره گفت صبر کن کد میدادی گفت صبر کن رفت و واتلو رو راضی کرد که اوشتراخ میاد چیز کنه اوشتراخ هم با مترجم اومد بعد چون اونم فرانسه نمیدونست بعد چیز کرد و واتلو هم به مترجم گفتش که یه همچی جریانی است این دوست داره ویولون تو شما رو ببینه شما ویولونی ببینید یادم یه اصطلاحی دارن
چون سوراخ آنی موافقت کرد، چون چیز کی میگه آله یعنی زاله آله زود. من زود دویدم جعبه رو برداشتم و دویلون برداشتم دادم به اوی سوراخ و یه نگاهی کرد به ویلون و من این دورش هم مهرکاری کرده بودم و خیلی قشنگ اینا، ولی فکر کنم خب مهرکاری داره این صدا نباید بده، چون آخه ویلون رو میگن اگر اضافه بهش چیزی کنی صداش تحصیل. زد باش دید صدا میده و واقعا هم خوب صدا میداد، چون اونو مدت ها اینجا هم دیگه وقت عاشق داشته و این خودسیف دیگه روسی بود با اون میزدن میشه. بالاخره اوش سراغ زد با این ویولون دید صدا میده، خیلی خوشش اومد. اولا خب معمولا اونا اوتان کسی زدن یه آرشه میکشن ویلمان شروع کرد بزدن از سول گرفت چی پوسیون این ور اون ور همه رو امتحان کرد، اومد منو بغل کرد هیچ تکون تکون میداد و روسی حرف میزد اینا. البته اون وقت من به اونجا گفته بودم که نظرشو بده، که یادم میاد وقتی که مترجم ترجمه برش کرد با یک انسانیتی مثل اینکه بگه باشه. من یه دفترچه داشتم همین قدی اون کاغذشم توش بود، من پیش بودم خب این یه امضا میکنه، دیدم برداشت نوشت که ترجمهش هم بعدا اون اصلشو داریم دیگه استاد، اونو نداد به آقای خودسی برد با ویالونش. آها اونم یه چیزی شد، اونم یه طوری شد. من خود نزدیک به انقلاب شد نه تازیزاد بوی انقلاب میمون بوی انقلاب میمون آره خود سیف و خانم توران علم میدونی توران علم زنش بود، خود سیف هم از موسیقیدان های که تمام این موسیقیدان های چیز فرنگی کار همه شاگرد این بودن. بالاخره خود سیف خواست بره با این ویولونه که اشتراغ روش اوکی کرده بود میزد، عاشق این ویولون شده بود. خب وقتی خواست بره ویولون رو برداشت آورد، چون اینا میخواستن برن خارج چون فهمیده بودن اینجا داره اتفاقی میفته، اومد و ویولون رو آورد و گفتش که ما میخوایم بریم فرانسه، ویولون رو آوردم تو چیزه. گفتم شما چند وقته با این ویولون میزدید؟ گفت آره خیلی خوب دوست، من دوست دارم، من دوست داری اینو. گفتم که خب دوست دارید با خودش ببرید بزنیدش شما میرید فرانسه بره. گفتش که اگه بگیری میمیر، من میمیرا. وقتی که اینو گفت من یه دفعه یک تکون خوردم. وقتی خواست بره گفتم آقای خوزه صبر کنید، این ویولون قیمتش، ها من اینو میخواستم بگم که این هر همه وراجی کردم، معذرت میخوام. گفتم که آقای خوزه صبر کنید، این ویولون ارزش این ویولون با این نامه است، این نامه باید تو این جعبه این ویولون باشه، این دستخط اشتراخ مهمه، چون خود خانومش هم ترجمه در چیزو ترجمهش کرده گفت این به فارسی ترجمه نمیشه، به روسی چیز من اینو به فرانسه ترجمه میکنم، فرانسه رو به فارسی ترجمه کنید. اون وقت که اینو تو مجلهش هم من دارم، اولین مجله که اومد، بالاخره اونو چیز کردن قاطی شد دیگه، نامه رو با ویولون دادم. بعد از مدتی دنبالش میگشت، من گفتم کردی؟ گفتم بابا نه، بعد خودش کرد دادن دوم برده. ها؟ نامه رو خودت دادی به آقای خودسیف بود؟ نه اون نامه نبود، اون
چیز بود. نامش نامی هم که چیز دادیش بود. اون مداله بود. مداله رو انداخته بودی تو چاله. تو چاله. استاد مدالای شما همین ساز هست. استاد این منوهین که چیز بود سه سال قبلش فوتش بود دیگه تو لندن با همون سال شما کنسرت داده بود فکر میکنم دیویسی پخش کردین و من خودم شنیدم که گفت وقتی منوهین میزنه بعد ازش میپرسن استاد این ساز چه سازیه میگه حالا اگه اینجوری شد من جایزه میذارم هر کی بفهمه سازندش کیه من یه جایزه بهش میدم یه ویالون بهش میدم که همه اسما رو میگن و بی بی سی رو پخش کرد میگه نه همینو به شعر درآوردن میگه راهنماییت میکنم مال کشوریه که مخالف موسیقیه بی بی سی هم به خاطر این پخش این مال مخالف موسیقیه بعد بازم نفهمیدم گفت برای من جشن هنرش یاد دعوت شدم ایران اینو استاد قنبرمر ساز دادم حالا همه این چیزایی که گفتم ببینید وقتی که اون نامه اوشتراخ اوکی کرده روی اون نامه اگر اون نامه البته خب واتلو اطلاع داشت چون اون تو پاریس این کار شد اوشتراخ این نامه رو داد به من ولی با وجود این اون نامه است با اون ویولون که منم درست فکر کردم اونم واتلو برای خوصیه فوت میشه چون هر یه ما یه دفعه آقای خوصیه که فارسی بلد نبود بله. چیز کنه نامه بنویسه خانوم علم از قول خوصیه اینجوره میگفت و منم جواب میدادم بعد یه دفعه نامش که اومد گفت نوشته بود خوصیه دیسی شد من نمیدونستم کنم دیسی شد چیه بالاخره دوستانی داریم که یه مقدار با سوادن مثل من بی سواد نیستم میگم کنم دیسی یعنی چیه گفت یعنی مرگ مرد خود صرف که اونجا میمیره خانوم علم هم دیگه خانوم علم نیست از رجال بودن دیگه میدونی امیر بیمارستان امیره ببینی باید پول کجا بره خانم علم من اینو حس میکنم میگم خوتیه که میمیره خوتیه تو فرانسه درس میداد چون مرتب تماس میگرفتش با من میگفت داره درس میده و خرجیشون رو از اونجا میگذروندن انقلاب هم شده بود اینجا دیگه تمام شده بود نه اینا برگشتش نه خانم علم نگوی امرار معاشی هم از این با زدن درس دادن خوتیه میکردن اونجا بعد وقتی خودسیف میمیره خانم علم به وسیله واتلو و اون کاغذ چیز ویلون میفروشه $1,000,000 براش که این صدا کرد که یه فلانی چی؟ به دوباره هم نداد چی نداد؟ نامه که بگه من ساز و فروخته هم نداد نه 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 دیگه نامه دیگه نامه دادنی نیست نه دیگه نامه اون وقت من اینو نمیدونستم که ما دو تا ویولون داشتیم یکی ویولون مال اوشتراخ بود یکی هم مال منوهین که این دو تا ویولون خارج بود بعد صدای ویولونه یکی بود آقای مشیری که فارسی صحبت میکنه تو آمریکا. بله بله گوینده است. آها گوینده است. این راجع به زندگی من صحبت میکرد از روی یه کتاب چیز هست که مردان موسیقی و اینا میخوند و یه چیزایی هم از خودش اطلاع داشت اینا بعد گفتش که اخیراً دوست من کیه که به من گفته که یکی از کارهای ایشون رو $1,000,000 فروش رفت این اونجا که اونجا گفت این مونده بود تو مغز من این مال منوهینه یا مال اوشتراخ اون که یک و نیم بوده این یک این یکی یک و نیم بوده این بعد از اون بوده ده سال اینطور رو گذشت دیگه بالاخره ما تا اینجا اینجور شده بود دیدیم که نه هر دو درسته پس ویولون چیز اون وقت بعد
چیزه، این شعر چیزم که گفتن، اینم که اومد دیگه مال منوی معلوم شد، همون یک و فونصدی هست. اون مال چیزم که این مشیری گفت $1,000,000 فروش رفته. کلن استاد چند تا دوکاسه ساختید ویولون؟ ۱۸ تا فکر کنم. نمیدونم والا، من خیلی ۱۸ تا زیاد نساختم، چون من تو کارگاه فکر کنم ۳ تا ۴ تا با من دیده بودم. بله، ولی دو کاسه ها همه خوب در میومد به خدا، همه نمیدونم مارو چه سر. اصلا سر اینو من گفتم، من سزه شو چیز دیگه کار کردی بسید، مثلا همین سزه که الان من تو این کار کردم خب کار ظریفیه دیگه. آره مهرکاریه. آره مهرکاریه. بله ولی کلن یه نکات چیزی هست که میگن یه دفعه یه چیزی به آدم الهام میشه، یه چیزایی که من همین دو کاسه رو همینجور که این دو کاسه ویولون چیزو کموشکی ساخته بودیم، یه دفعه من همینجور که داشتم میترشتم مثل یک کدام که خب اینم دو کاسهش کنیم، اینو تا کاسه که نمیتونیم بچسبونیم اینجا، اینو دو تا کاسهش بکنیم. همینجوری رفتم زدم دیدم اه میخونه، اینم که میخونه امتحانشو کجا داد، اینم آقای منوهین و امیله، امیله هم چیز برده بود، امتحانش کرده دیگه. منوهین الان یکی که منوهین برده، یکی آقای سنهی برده بود، یکی شمیلی که ستا در من باید این بر بشیدم، من گوشم نمیشنم. شما ایبا نه بلندتر بگین استاد. نه میشنوم حالا عرض مونم که یکیش که دست آقای سنهیه، دست آقای منوهین بود، یک کمینه اونای دیگه به کیا دادید اگر تعدادشون بوده؟ نمیدونم. شیرین آبادی داره، یکی شیرین آبادی. نه نه شیرین آبادی چیز گره، شیرین آبادی من دیدم سازش ساده، اونم صدا ساز خوش صدایی. نمیدونم. من خیلی از رو میدم. ها؟ من لغنت همین دو کاسه هست؟ دو کاسه؟ یه دونه اولین دو کاسه رو که امتحان کردیم اون زد باش، ولی چیز بود اونو فروخته، یکی دیگه خریده. دو کاسه بود اونم بهشون داده بودیم؟ اولین دو کاسه که هیچ تزیین که نداشت، هیچی، خیلی امتحانی بود. که اون اولین که من میخواستم به ترشن دیدم مثل که اینه یه میبینیم چیه، خیلی هم زدیم رفت. من همون با صنعتی بود مثل که ما مرجان داره، مرجان داره مثل که مرجان یه دونه مهرکاری داره، یه دونه دو چیز مرجان خانم خودتون. بله آره، این داستان خیلی زیاده، ولی شاملا میدونه ویالوستلش رو ساخت، هر که از در خونه های هستی به چیز بهش رسیده جز ما. جز خود ما. رفت فرانسه 2000 فرانک پول داشته، داده به یه خانومی، گفته من میام ایران به همیشه که بانده بیاد بده. خانم دکتر حاجیلو، حاجیلو چی اسمش بود؟ داشتم فکر بکن چه خبری، اون موقع چیزی گرفتن که دیگه؟ هر که آدم از اون تا الان تو شما کجا میدونین که قول داده که برگردونه؟ استاد سکوت کرده. ببینید یه آدرس من به شما میدم، باقیش دیگه خودتون تعیین. تو این پنجره که ما میشینیم نهار می اتاق بالا نهار میخوریم، این باغ به این بزرگی مال منه. اگه مال من تنها باشه هیچ کی توش نیست جز رعیت، ولی آدم های مختلف میان میرن، یه موقع هم که چیز میرم تو این چه میشینم از این پیر پاتی را میان، ای اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، پاک میشیم میام خونه. بله درسته. چه ثروتی بالاتر از این؟
در این استاد امروز یه جمله میخوندم از یه از یونگ بود. بله. میگفت که فقیرترین آدم کسی است که جز پول چیز دیگه ای نداره. ها. شما یه دنیا داری. بیشتر از خود عمر آدمو زنده است. مردم الان به اسم جناب علی تعظیم میکنن. چه سرمایه بالاتر از این؟ ای والا. اصلا همین امروز میتونم بگم لاقل 20 نفر رد کردن. گفتم بابا نمیشه یه لشکر داره میریم خودمون. هر چی میشید میگم ما میشیم بیاییم. گفتم بابا نمیشه. بابا. یه کلیفون اونجاست آرشه کلیفون نداره نه خوب پس هست یا آرشه دیگه تاندارم نداریم قدیمه ها یه نتاندار پایینه خوب کاری میکنی کوشی میریم پایین ها میکنه که کوکو وا میکنن چون معمولا ویرونی که باش نمیزنن باز کوکشو وا کنن آره خیلی یه آقای امیرتایی حواسش جمعه یه خاطره دارم یه خاطره دارم وقت دارید بگم بله ما وقت داریم شما وقت داریم ما تا صبح در خدمتون حالا شما رو خسته میکنم نه اینا همه پیش میاد من الان داشتم ویولون کوک میکردم اینا یه خاطره بیدفعه من خب زبان نمیدونستم اینطور خانوم دختر چیز زین الادمیر رهنما خانوم سبا یه نامه نوشت به ایشون ایشون فرانسه تحصیل میکرد که من میام اونجا آشنا داشته باشم ایشون کمک بکنه مثلا من کار چیزی دارم پلیسیه نمیم گذرنامه خود کارگاه مثلا اول خیلی سختم بعد این اومد و داخل ما یه کار پلیسی بده کردیم که باید تمدید کنیم چیزمونو اقامتمونو به خانم رهربان تلفن کردم اومد رفتیم پیش پلیس یه خانم پیر چیزی بود زنی بود که خیلی هم واقعا روحانی بود روش خیلی وقتی خواستیم تمدید کنیم گفت ایشون چیکار میکنن اینجا ایشون کار میکنن پول میگیرن از من پرسید گفتم نه من پول نمیگیرم گفتش که
خب اون چیزهایی که تو بانک شانج میکنن میفسن به قبض میدن به آدم. بله. من میرفتم میگرفتم همیشه. خب میگودم پولم که گرفتم پاره میکردم میریختم دور. دیدم این از اون موقع پولا رو چیز این سندها رو میخواد. به من دیدم خانم رهنما رو نگاه کرد تو صورت منو گفت خیلی بد شد. این اون چیزها رو میخواد. فیشا رو میخواد. گفت تو هم که میگی من پاره کردم ریختم دور. این پلیس دیگه این چیز نیست. طبیعتاً توی قیافه من منعکس شده بود که خیلی خراب شد کار ما. این اونو میخواد منم همه رو پاره کردم. دروغ هم نمیگم راستش. دروغ نمیگفتم. دیدم این خانم محسن یه جور اینجوری نگاه کرد به من. باور کنید اصلا یه نگاه کرد به من. رو کرد به خانم رهنما یه چیزی گفت. خانم رهنما شروع کرد به خندیدن. گفت کار درست شد. گفتم چطور؟ گفت از من پرسیده میگه این چی کار است؟ گفتم لوتی است. یعنی گفته بود اینا آدم های دروغگوی نیستن. به خدا الان یادم افتاد. گفته بود اینا آدم های دروغگوی نیستن. خب حالا شما ببینید یه پلیس میخواد یه چیزی رو از خودش ضمانت داشته باشه که بگه بنویسه. گفت بعد گفت این چون چی کاره؟ گفت لوتیه. گفت نه این آدم دروغ نیستن باید تحقیق داخلی خودش رو بکنه. گفتش که من یه ویولون دارم. من شوهرم توی جنگ کشته شده. یه ویولون یادگار از این دارم. این ویولون رو چه جور نگه دارم که این عیب نکنه؟ آره. الان که کوکی اینو وا کردید به شما گفتم خوب کوکش وا کردید یادونو. گفتم کوکش رو وا کنید اگه سفته. شل کنید. نفتالین هم توی جعبش بذارید. که توی فرانسه جونور خیلی ریز هست که میره چوبو میخوره. نفتالین که باشه اینه. اگرم چیز داشته باشید خواسته باشید که من دست تمیزش کنید اینا دیگه آدرس منم خودم که میدونستم دیگه چون مکاتبه داشتم 11-20 رو پورتالیز پاریس و ایتیه قشنگ الان هم حفظین ولی بدون اینی که چیز کنه برداشت با مسئولیت خودش مجد. چیز کرد و داد به اون به اون باور رسیده دیگه به اون باور رسید همین به به زنده باد اینو نمیتونستم لغتی براش بده آلمان رسیده آقا شما ولی یه ذره شک داشتید که کارون پوله رو پس نداده نور میخواده نه؟ عذرا چراغ نوردهی داری؟ بیا استاد من گوشی هم چراغ ندارم گوشی هم یک کنه تو این اف بندازید از اون بر بنداز از این آها یا من این 44 44 چیه؟ 11 ببین چشم میبینه 24 11 22 11 44 خیلی خبیه استوی بهمن ماه میشه شما اون موقع پیروزی انقلاب رو حد زده بودیم بیست داده عددش هم جالبه دو تا یک دو تا چهار جالبه آفرین 22 11 44 همزه واقعا بعضی از این تصادف ها تصادف نیست
همون حرف انیشتن میگه یه چیزی هست که من نمیدونم چیه. واقعا آقایی کس واقعا هم قنبلی کارش اصلا هیچ چی نمیخواست. نه گردش هسته، نه تفریح، نه مهمونی، نه از عروسی بچه ها چیزی فهمیده، نه از نوه ها چیزی فهمیده، فقط کار. شکل دیگه ای پیدا واقعا تردیدی نیست. اون که شک نیست، شک نیست، باور کنید. الانم من همیشه چرا اولا یه خورده ای عربده کشید میکردم. البته استاد من همیشه شوخی میکنم، میگن که پشت سر هر مرد موفق یه خانومی بوده که نتونست جلو موفقیت شو بگیره. عالی بود. استاد دو بار گفت عالی بود، اما شما بعدم باش حساب کنید. برش کن خوبه خوبه خدا جان. خوبه خدا جان باش. اون جوان اینجا نشسته که براتون یه ذره سازم بزنه. بله. سینایی مقیم کرمان هستم. شنیدم که امروز میخوایم بیایم خدمت حضرت عالی. از کرمان اومدن ببینن. شبانه حرکت کرده رسیده که بیاد خدمت شما. شما رو ببین از نزدیک و خدمت شما باشه. استاد یه نکته میخواستم بگیم. استاد یه اتفاقی افتاد برای من تو پارک بود. این مولد 15 سال پیش بود. اون خانومه و شوهرش رو میخواست چیز بزن. دیدم یه خانومی اومد سلام علیک کرد با من. حالا چه جوری بهش گفته بودن.
یا از افراد پرسیده بودم. گفتش که فلانی، گفتم بله. گفتش که من یه تار ازتون میخوام. گفتم که اولا من تار میسازم، ساختم، ولی الان وقت و اینو ندارم چیز هستم. گفت نه، من به شوهرم گفتم رفته تار میزنه. اگه گفتم اگر چنانچه معلمت اوکی بکنه که تو دیگه داری جلو رفتی خوب شده، من یه تار قنبری برات میخرم، باید یه تار برای من بسازی. گفتم خانم من اخواد تار و اینا. گفت نه. گفت دیدم که نه خدایا. نه تلفن زد. آها تلفن زد اینو گفت. تلفن زد اینو گفت. آها گفتم نه خانم من وقت ندارم. گفتش که اصلا من میخوام شما رو ببینم. گفتم ببخشید خانم، شما از طرز حرف زدم تو مثل اینی که معلمی مدیری چیزی بودید اینا. گفتش که آره من دبیرم. گفتم پس شغلتون دبیریه، من بخیالم که شما جانورشناسی خوندید. اون قیمت که ساز و فروختم، شما هر چی میگید قسمت کنید با هم. یعنی اون پول رو که چیز رو میادم مثل که 60 تومن قدیم و یه تومن ده تا غیر اون بود در ریال، گفتن یه تومن. من خودم رو خراب کردم، گریه هم گرفت، باور کن نمیدونی اصلا یک حال شدم. گفتم در اینو ببند اول. دیدم چمدونم جور اسکناس بره. گفتم در اینو ببند. دیدم داره هر در چیزش رو انداختم و گفتم آدم وقتی حالا لغت بدی بودم، ولی گفتم آدم وقتی استفراغ بگیری میکنه اون استفراغش رو نمیخوره، برمیگردونه، اون تموم شده است. من اونو با یه نیتی، تو اونو داری خراب میکنی با این پول. من به اندازه کافی زندگیم توش پول هست که زندگی میکنم. خلاصه خیلی اظهار محبت و چیز اینا و رفت و دیگه هم ندیدمش راست حقیقتش. حالا همون ساز ببخشید، همون ساز بعد چند وقتی که چند سال گشته آمریکا، یکی خواسته بخره، آوردن قنبری تاییدش کنه. اونم یه بچه خود دوباره دیدی. کی بود؟ اونو یادم رفته. همون که اون پسر اومد عکسش آورده بودن امضا گرفتن از شما که این همونه یا نه و اینا. همون ساز بود دیگه. و این چند دست گشته تو آمریکا. دوباره اومده. بعد یه ایرانی دوباره می‌خواسته بخره. آها. بعد آوردن اینجا و از قنبری تاییدی گرفتن که این همون ساز بود. آره یادم افتاد، یادم افتاد. آره، آره. بعد از اون گفت. برجت زندگی زمین گرده بستا. به 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 آشما شما استاد، خیلی از شما ممنونیم. خواهش می کنم شما برم خیلی ممنونیم. هر وقت اینجا میایم خیلی میخواییم بریم سرشار انرژی بشه. تشکر می کنم.